مجله هفتگی دورتیلی. کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده. اکنون بیش از دو هفته از انتشار فراخوان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده می گذرد. جمعی از ارادتمندان و علاقمندان به این شخصیت حقوقی اجتماعی سیاسی که علاوه بر فعالیت‌های بشر دوستانه در حوزه حقوق و سیاست در کارنامه 70 ساله خود 23 سال مستندنشین یکی از پرجمعیت‌ترین طرایق صوفیانه در ایران بود، خواستار دادخواهی پیرامون درگذشت مشکوک و نابهنگام وی شدند. دکتر نورعلی تابنده 2 سال پایانی حیات جسمانی خود را در حصر خانگی به سر برد و دست‌های پیدا و پنهان بسیاری راه‌های ارتباطی ایشان با مریدان و علاقمندان وی را مسدود کرد. اگرچه پس از درگذشت دکتر نورعلی تابنده در رسانه‌های حکومتی و یا حتی رسمی خارج کشور علت مرگ سالخوردگی عنوان شد، اما شواهد و قرائن در دست و اسناد و مدارک متقن و مستدل از مرگ مشکوک و برنامه ریزی شده دکتر تابنده حکایت دارد. پس از درگذشت نابهنگام دکتر نورعلی تابنده، عده معدودی از علاقمندان و ارادتمندان به وی با طرح پرسش‌هایی از اشخاصی که در دوران حصر خانگی وی رابط بین نهادهای امنیتی، انتظامی، نظامی، اطلاعاتی با سلسله گنابادی بودند که دراویش گنابادی از آنها به عنوان نمایندگان اربعه افتخاری نام می‌برند، پرسش‌ها و ابهامات ایشان همواره از سوی این اشخاص بی‌پاسخ ماند. سکوتی که علاقمندان به این شخصیت علمی، عرفانی، اجتماعی را بران داشت تا فریاد دادخواهی و تظلم‌خواهی خود را با پیگیری از مجاری قانونی و یا حقوق بشر بین‌المللی تداوم بخشند و این بار با برگزاری کمپین دادخواهی دکتر تابنده خواستار مطالبات خود شوند. از سوی این کمپین تا کنون بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های پیاپی برای شفاف‌سازی و روشنگری پیرامون اهداف این مطالبه عمومی تهیه شده است. حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده از اقصی نقاط دنیا پیام‌های حمایت و همراهی خود را با ارسال فایل‌های صوتی، تصویری، نوشتاری یا گرفتن تصاویری از دکتر تابنده در دست تا کنون ابراز داشتند. چندین مجموعه از ویدئوهای مصور و متون نوشتاری یا مستندهای تصویری توسط اعضای کمپین تهیه و برای اطلاع از روند تحولات و پیشبرد عملکرد کمیته حقیقت یاب تا امروز در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و در فضای سایبری در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. اخیراً شبکه جهانی کلمه نیز گفتگویی داشته با جمعی از کارشناسان کمیته حقیقت یا به کمپین دادخواهی دکتر تابنده که بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در میان ارادتمندان و علاقمندان وی داشته است. از آنجا که دیده‌ها و شنیده‌های شاهدان عینی که 2 سال پایانی حیات جسمانی دکتر تابنده را درک نمودند و انتقال و ارسال آنها برای اعضای کمیته حقیقت یا و کمپین دادخواهی ما را در به ثمر رساندن اهداف این کمپین راه گشاست، بنابراین از کلیه هموطنان و ایرانیان مسئول و علاقمندان و ارادتمندان به دکتر نورعلی تابنده این بزرگ مرد تاریخ معاصر تقاضا می شود تا دست یاری ما را بفشارند و ما را از نظرات، پیشنهادات، مشاهدات، حمایتها و انتقادات خود بهره مند سازند.
Thank you.